تعیین 80 میلیون دلار برای سر دونالد ترامپ در ایران. لطفاً تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید و چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و جالب ما با خبر شوید. سر دونالد ترامپ 80 میلیون دلار جایزه دارد. در ایران برای سر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا 80 میلیون دلاری مکافات تعیین گردیده است. با گزارش سپوتنیک در مراسم تشییع پیکر سردار قاسم سلیمانی بسیاری از مردم در جاده های شهرهای مختلف ایران حضور پیدا کردند که در این بین اهواز و مشهد میزبان پیکر قاسم سلیمانی بودند. یکی از مجری هایی که در مشهد حضور داشت با دادن پیشنهاد جایزه 80 میلیونی برای سر دونالد ترامپ تعیین کرد. با پیشنهاد این مجری اگر هر ایرانی یک دلار کنار بگذارد با جمعیت 80 میلیونی 80 میلیون دلار جمع خواهد شد و این مبلغ به اختیار کسی قرار خواهد گرفت که سر مرد موی زرد دیوانه را برای ما بیاورد. از طرف مردم ایران این پول به وی هدیه می گردد. در همین حال مراسم نماز جنازه و تشییع پیکرهای جنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران و ابو مهدی مهندس معاون سازمان نیروهای مردمی عراق به همراه 8 نفر دیگر از شهدای مقاومت صبح امروز دوشنبه 16 جدی با حضور میلیون ها تن از شهروندان تهرانی در پایتخت ایران برگزار شد. این حضور در نوع خود به سابقه ترین حضور مردم تهران در خیابان ها و راهپیمایی ها بوده است. ترور و شهادت جنرال سلیمانی و همراهانش به طور بی سابقه به یک عامل پرقدرت وحدت و یک پارچگی مردم ایران و همچنین جبهه مقاومت در کشورهای مختلف اسلامی تبدیل شده است. مراسم امروز با ادای نماز جنازه بر پیکر این شهدا توسط رهبر انقلاب اسلامی امام خامنه ای و حضور سران قوای دولت ایران، شخصیت‌های سیاسی و فرماندهان ارشد نظامی در دانشگاه تهران برگزار شد. پس از اقامه نماز، پیکر شهدای مقاومت بر دستان میلیون ها ایرانی از دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی تشییع شد. جنرال قاسم سلیمانی فرمانده شهید سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران و ابو مهدی مهندس معاون سازمان نیروهای مردمی عراق به همراه 8 نفر دیگر بامداد جمعه در مسیر فرودگاه بغداد به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا و با پهپادهای وزارت دفاع این کشور ترور و به شهادت رسیدند. پیکر مطهر این شهدا روز شنبه در شهرهای کربلا، نجف، بغداد و کاظمین عراق تشییع شد و پس از آن یکشنبه در شهر اهواز و مشهد ایران تشییع گردید. این پیکرها بعد از ظهر امروز در شهر قم و فردا در شهر کرمان زادگاه جنرال قاسم سلیمانی تشییع خواهد شد. مراسم خاکسپاری جنرال سلیمانی نیز در شهر کرمان برگزار می گردد. پس از قاسم سلیمانی آیا ایران و امریکا به سمت جنگ می روند؟ با گزارش بی بی سی و دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه این پرسش بیش از هر زمان دیگر مطرح است که آیا ایران و امریکا به سمت جنگ پیش می روند؟ هرچند در گذشته تهران یا متحدانش نسبت به کشته شدن فرماندهان در حد عماد مغنیه فرمانده نظامی حزب الله واکنش شدید نشان نداده بودند، ولی به نظر می رسد جایگاه آن فرماندهان با آقای سلیمانی قابل مقایسه باشد.
قاسم سلیمانی کلیدی ترین فرمانده نظامی ایران در مقطع پس از جنگ بوده و در نتیجه تصور این که تهران بتواند حذف او را بدون پاسخ بگذارد دور از ذهن خواهد بود. همزمان تا اطلاع ثانوی کسی از میان مسئولان ایرانی جرأت پیگیری هیچ نوع مذاکره با امریکا را نخواهد داشت. نتیجه ارسال پیام های متناقض به تهران، رئیس جمهور امریکا بعد دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی تأکید کرد که بعد دنبال جنگ با ایران نیست، ولی بعید است که در تهران و واشنگتن تأکیدات از این جنس چندان جدی گرفته شود. از خاطر نرفته که دونالد ترامپ در گذشته بارها از حملات امریکا به عراق و افغانستان انتقاد و تأکید کرده بود که بعد دنبال جنگ های مشابه نیست. طیف وسیع از تحلیلگران نزدیک به حکومت ایران چنین تأکیداتی را به معنی منتفی بودن امکان حمله امریکا تلقی کرده بودند، بدون در نظر داشتن آن که تنها سناریوی قابل تصور برای حمله پیاده کردن نیروی زمینی همچون الگوی عراق و افغانستان نیست و امکان وقوع سناریوهای بی سابقه نظامی نیز وجود دارد. در این میان ظاهراً آنچه به تصور پرهیز دونالد ترامپ از هر گونه درگیری نظامی شدت می بخشید نوع واکنش او به ضرباتی بود که در ماه‌های گذشته به منافع یا متحدان امریکا در منطقه وارد شده بود. به عنوان نمونه آقای ترامپ علی‌رغم شدیدترین تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران پس از هدف قرار گرفتن پهپاد گلوبال هاوک امریکایی گفت عملیات انتقامی ارتش امریکا را برای جلوگیری از تلفات ایرانی ها لغو کرده یا بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی که به قطع موقت نیمه از صادرات نفت عربستان منتهی شد کوچکترین تمایل به مداخله به نفع ریاض نشان نداد. از همان ابتدا قابل پیش بینی بود که ارسال چنین سیگنال های متناقض این برداشت گمراه کننده را در تهران ایجاد می کند که از اساس نباید تهدید نظامی واشنگتن را جدی گرفت و همین برداشت به ریسک پذیری بالاتر برخی تصامیم گیران نظامی و سیاسی می انجامد. در ماه‌های گذشته حتی این تحلیل در داخل و خارج از ایران قوت گرفته بود که وقایع در حد عملیات نظامی متحدان تهران علیه منافع امریکا و متحدانش اگر هم جمهوری اسلامی را لب مرز درگیری نظامی ببرد این مرز را رد نمی کند، در حالی که حرکت لب مرز درگیری همواره توأم با این خطر ضمنی بود که محاسبه غلط از آب در بیاید و خط قرمز مثل کشته شدن امریکایی ها که واشنگتن از پیش گفته بود اقدام نظامی به همراه خواهد داشت رد شود. این همان اتفاقی بود که ششتی با کشته شدن یک پیمانکار امریکایی در جریان حمله راکتی به پایگاه نظامی ایالات متحده در نزدیکی کرکوک به وقوع پیوست. امریکایی ها یک هفته بعد از آن واقعه و در شرایطی که این تصور غلط را در تهران جا انداخته بودند که حمله به فرماندهان را در دستور کار ندارند فرمانده نیروهای قدس را هدف حمله مرگبار قرار دادند. در حقیقت حمله مستقیم یا با واسطه به نیروهای امریکایی نزدیکترین گزینه به احتمال وقوع یک درگیری کامل نظامی است، ولو آن که این درگیری به معنی تکرار الگوی حمله به عراق و افغانستان تهاجم زمینی نباشد. گزینه دیگری که ممکن است پیش روی مسئولان ایرانی قرار داشته باشد متوجه کردن عملیات تلافی جویانه بر اسرائیل است. اظهارات طیفی از رسانه‌ها و مسئولان حکومتی در مورد دست داشتن اسرائیل در حمله به فرمانده نیروهای قدس و اعلام آمادگی حزب الله لبنان برای تلافی قتل او ممکن است ناشی از قوت گرفتن این گزینه در حلقه های تصمیم گیری نظام باشد.
دوستان عزیز سپاس از این که تا این دم با ما همراه بودید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر و جالب و جدید ما چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. همچنان برای بهبود برنامه های بعدی ما نظریات و پیشنهاداتان را با ما شریک سازید.